با سلام به شما، به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران که به سر میبرید و در این ساعت به برنامه ویژه سرزمین ما، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر نشسته اید. در کردستان عراق به زودی در اربیل کنگره بزرگی برگزار خواهد شد. تشکیل دهندگان این کنفرانس تمامی احزاب سرشناس از مناطق مختلف کردستان، از کردستان ایران، از کردستان سوریه، کردستان ترکیه و کردستان عراق هستند. این نخستین بار خواهد بود که چنین کنگره‌ای دست کم در بیش از 14 دهه اخیر برگزار می شود. این کنگره آنگونه که مسئولان برگزاری آن پیشا پیش خبر داده اند در پی دست یافتن به اهداف مشترکی است که راهگشای حل مسائل مردم کردستان باشد، چه آنان که در کردستان سوریه زندگی می کنند و در شرایط بسیار سخت کنونی، چه آنان که در کردستان عراق در شرایط که رو به رضایت بخشی کامل می رود به گواه شواهد و مدارک و آنچه که خبرگزاری های بین المللی گزارش دادند، و چه آنان که در کردستان ترکیه و چه مردمان کرد نازنین ایران که حقوق اولیهشان نیز توسط حکومت دینی ایران نادیده گرفته شده است. پیش از برگزاری این کنفرانس فرصتی هست که با تمام مشغولیات که دارند در چند روزی مونده به کنفرانس با کاک حسن شرفی قائم مقام حزب دموکرات کردستان، قائم مقام دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران گفتگوی داشته باشیم. در نیمه نخست برنامه همچنین آقای رحیم رشیدی روزنامه‌نگار مستقل از واشنگتن برای دقایقی با من و شما خواهند بود. پیگیر خواهیم شد آنچه را که قرار است در کنفرانس بزرگ و کنگره بزرگ اربیل کردستان عراق دربارش گفتگو و بحث شود و موضوعات مورد بحث در این کنگره بزرگ. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. کاک حسن شرفی گرامی بار دومی است که در این دور در سرزمین ما با من و شما هستند در برنامه ویژه گروه تفسیر خبر. نیاز به معرفی بیشتری ندارند، از چهره‌های با چهره ایشون و نام ایشون از طریق شبکه‌های دیگه تلویزیونی، رادیویی و نیز نوشتاری و وبسایت‌های مختلف آشنا هستید. بیش از نیم قرن است که در راه تأمین حقوق مردم کردستان ایران، مردم منطقه تلاش کردند و همچنان در تلاش هستند. علاوه بر سمتی که در حزب دموکرات کردستان ایران دارند، در از تدارک کنندگان برگزاری کنگره اربیل هستند. در همه شلوغی‌های پیش از کنگره که قابل درک و حدس هست وقتشون رو به ما دادن، سپاسگزاریم و به شما سلام میگیم جناب حسن شرفی گرامی. بسیار بسیار متشکرم دوست گرامی جناب آقای چالنگی. درود میفرستم به هم میهنان عزیزم، به بینندگان برنامه تلویزیون شما. آقای شرفی گرامی بفرمایید، کنگره اگر میشه یعنی الان مطرح کرد، چون چند روزی مونده به برگزاری کنگره، چه موضوعاتی رو قرار هست مورد بررسی قرار بده؟ هدف از برگزاری این کنگره چیست؟ عرض کنم هدف از برگزاری کنگره خب مسئله کردها در کشورهای ترکیه، در ایران، در عراق و در سوریه سالهاست که در جریان هست. مردم کرد در هر کدوم از این بخش های کردستان
و در رابطه با حکومت‌های مرکزی این کشورها مطالب خودشونو عرضه کردن، خواسته های خودشونو به میان کشیدن. متاسفانه گوش شنوایی برای تحقق این خواسته وجود نداشته است. متاسفانه همیشه هم کشورهای چهارگانه که اسم بردم اگر تفاوت ها و حتی تضاد هایی هم در رابطه با مسائل خودشون و روابط خودشون داشتند، در مورد قضیه کرد و توطئه چینی علیه مردم کرد در بخش های مختلف کردستان هماهنگ بودند، ولی کردها در بخش های مختلف کردستان پراکنده. خوشبختانه الان نه اون کشورها اون همنوایی و همگرایی رو دارن علیه کردها و نه کردها اون پراکندگی رو دارن که سابقا داشتن. روابط حسنی هست بین کردها در بخش های مختلف و روابط حسنی هست در هر بخش از کردستان در ایران در ترکیه بین احزابی که در اون کشورها برای حقوق مردم کرد فعالیت میکنن روابط بسیار حسنی وجود داره. هدف از تشکیل این کنگره اینه که مردم کرد پیامشو به افکار عمومی به کشورهای جهان برسونه، به کشورهای منطقه برسونه، به خلقهای دیگر منطقه برسونه که کردها ملتی صلح‌جو و آشتی طلب هستن، خواستهایی دارن، ظلمهایی بر اینها رفته و تبعیضاتی در مورد اینها چه قانونن چه عملن در هر چهار کشور اعمال شده. اینا خواهان حقوق انسانی خودشون هستن و بسیار بسیار مایلن و بسیار بسیار تلاش میکنن که این حقوقشون به شیوهی مسالمت آمیز از طریق دیالوگ، گفتگو و قراردادن گوش به خواسته های کردها در کشورهای مختلف زمینش فراهم بشه و کردها در این رابطه آماده هستن که برای تأمین حقوق خودشون در چارچوب کشورهایی که در این قرار گرفتن به حقوق خودشون برسن. یعنی پیام آشتی، پیام صلح، پیام دیالوگ میده و در عین حال امیدوارم خواهد بود که گوش شنوایی باشه و این پیام آشتی رو با حسن نیت تلقی بکنن و نسبت به حقوق کردها توجه بیشتری بشود. نسبت به کشورهای منطقه میدونیم در منطقه خاورمیانه که هر چهار بخش کردستان در هر چهار کشور در این منطقه قرار گرفتند، ادیان مختلفی وجود دارد، پیروان مذاهب مختلفی وجود دارد. آقای شرفی گرامی، اشاره به چهار منطقه کردستان کردیم، هر کدوم الان مسائل و یا وضعیت خاص خودش رو تقریبا داره. یعنی در سوریه که میدونیم مردمان کرد در سوریه الان درگیر اوضاع داخلی سوریه هستن، زیر فشارهای بسیار زیاد و درگیریهای بسیار زیاد. در کردستان ترکیه کم و بیش آتش بسی برقرار هست و وضعیت آرام، زمینه شاید رو به این میره که همون هدف که شما گفتید برای مذاکرات با دولت مرکزی. در کردستان ایران هم وضعیت به شکلی هست که همه بینندگان ما میدونن، به ویژه اینکه حقوق اولیه مردم کردستان نادیده گرفته شده، یعنی حتی حقوق مذهبی مردم کردستان اهل سنت نادیده گرفته شده و مسائل دیگه ای که میدونیم. کردستان عراق وضعیتی نسبتاً بهتر از منطقه دیگه داره. من فقط برای بینندگان میگم که به هر حال نوعی خودمختاری هست در چارچوب عراق یک پارچه. نقطه مشترک چهار منطقه در چی هست آقای شرفی هست؟ یا نقاط؟ بله، از کنم به درستی اشاره فرمودید. شرایط هر کدوم از کردها در هر کدوم از بخش‌های کردستان کاملا متفاوته. حکومت‌های حاکم در ترکیه، در ایران، در سوریه، در عراق به لحاظ جهانبینی، به لحاظ رفتار، به لحاظ پایبندی به دموکراسی، به حقوق انسان‌ها از هر نظر به لحاظ اقتصادی متفاوت هستند و طبیعتاً شرایط کردها هم در راه تلاش برای دستیابی به حقوقشون کاملا متفاوت هست. ولی
یه چیز کاملا مشترکه، یکی درد و رنج و تبعیضاتی که در مورد کردها صورت گرفته. شما میدونید در هر کدوم از این کشورها به نوعی حکومتها بین کردها و بین دیگر مردم تبعیضاتی قائل بودن. در عراق قبلا هم گفته میشد که کردها وجود دارن، خودمختاری هم در قانون وجود داره. در ایران میگفتن کردها وجود دارن ولی از حقوقشون خبری نبود. در ترکیه میگفتن اصلا کرد نیست، ترک کوهی هست، ولی الان قبول کردن که کرد هست ولی حقوقشون نیست. در سوریه بدتر از همه میگفتن کرد نیست، اونهایی هم که هستن عرب هم نیستن، یه شناسنامه عربی هم به اونها نمیدن. اینی که این تبعیضات و این آزار و این رنج هایی که بر مردم کرد رفته، در چهار بخش کردستان در هر چهار کشور کوه پیش مشابه همدیگه هست و در این حال خواستهاشون هم تحقق حقوقشون در چارچوب کشورهایی که هستن خواست مشترکی، یعنی آلام و رنجها و تبعیضاتی که بر اینها اعمال میشه مشترکه و خواستهاشون هم برای رهایی از این وضع مشقتبار مشترکه. اینی که طبیعتا تلاش برای دستیابی به حقوق در بخش‌های مختلف کردستان میتونه متفاوت باشه. الان در ترکیه یک روندی از دیالوگ و گفتگو بر سر این مسئله شروع شده، امیدواریم به نتیجه برسه. در سوریه شرایط متفاوتی وجود داره، کردها در دیر هستن با نیروهای تندرو اسلامی، با نیروهای بشار اسد و در این حال یک منطقه آزاد شده هم در اختیار دارن. در عراق خودتون به درستی اشاره فرمودید، حکومت اقلیم کردستان در چارچوب عراق فدرال از موقعیت ویژه و مناسبی برخوردار هست، بنابراین مبارزهشون میتونه متفاوت باشه. ممکنه در یک کشور حکومت اون کشور گوش شنوا داشته باشه برای خواستهای مردم کرد، در یک کشوری اصلا انکار وجود، در یک کشوری قبول وجود اما انکار حقوق هست. بالاخره شیوه های مبارزهشون ممکنه متفاوت باشه ولی رنج هاشون یکیه، خواست هاشون هم یکیه و این نقطه مشترک هست. و نقطه مشترکی دیگه خواست همشون هم تحقق حقوق، دستیابی به حقوقشون از طریق مسالمت آمیز، از شیوه مدرن و عصریانه در واقع هست که در هر کشوری به حقوقشون اعتراف میشه، به حقوقشون احترام گذاشته بشه. تبعیضات مذهبی، تبعیضات ملی، انواع تبعیضات لحاظ اقتصادی سیاسی در موردشون اعمال میشه و به این وضعیت پایان داده میشه. بنابراین هم رنجشون یکیه، هم خواستشون یکیه، هم شیوه مبارزهشون هم برای دستیابی ممکنه متفاوت باشه، اما در هر حال در حال تلاش و مبارزه هستن برای این حقوقش تحقق پیدا بکنه. بله. خب خیلی کوتاه بفرمایید، این حقوق که اشاره کردید در کلامتون این سخن بارها مورد اشاره قرار گرفت که در چارچوب یک پارچگی کشورهایی که زندگی میکنه، یعنی شبیه اون چی که کردستان عراق هست، به اون شبیه اون چی که در عراق هست. ما هم در عنوان حزب دموکراتیک کردستان ایران و حتی بیشتر نزدیک به همه احزاب کرد در کردستان ایران هم خواهان تحقق حقوقشون در چارچوب ایرانی دموکراتی و فدرال هست، چون به غیر از کردها در ایران ملیت‌های دیگری هم هستند. آذربایجانی هست، بلوچ هست، عرب هست، ترکمن هست، همه اینها وجود دارند. تالشی هست، بختیاری هست، ولی در ایران که دموکراتیک باشه و فدرال این فاکتورها تحقق پیدا می‌کنه. بسیار خواهش میکنم با ما باشین. به اتفاق شما به واشنگتن میریم. آقای رحیم رشیدی با من و شما هستن و با بینندگان عزیز ما. کاک رحیم از روزنامه نگاران سرشناس هستن در زمینه‌های تلویزیونی، وبسایت، رسانه‌های نوشتاری، روزنامه‌ها فعالیت داشتن، عضو سندیکای روزنامه نگاران در آمریکا هستن. به ایشون سلام میگیم. کاک رحیم عزیز
سلام آقای چالنگی نازنین، خوشحالم که یک بار دیگه در تفسیر خبر یا در برنامه سرزمین ما در ایران فردا با شما و بینندگان عزیز این تلویزیون هستم. اجازه بدید که به استاد بزرگ آقای حسن شرفی درود بفرستم و بسیار خرسندم و باعث افتخارم که ایشونم در این برنامه حضور دارم. کاکر، این پرسش من این هست، شنیدید جناب شرفی سخنانشون، پرسش من این هستش که توجه به مسائل مردمان کرد، هم از کردستان ایران، کردستان ترکیه، کردستان سوریه به خصوص در این شرایط، در عرصه بین المللی چگونه است؟ به ویژه در واشنگتن چگونه برخورد میشه؟ چه الان آیا در مورد توجه هست همین کنگره‌ای که در راه هست؟ اگه خیلی کوتاه بخوام اشاره بکنم، بعد از تحولات جامعه عربی، آنچه موسوم به بهار عربی است، توجه به مسائل کردستان در واقع خیلی بیشتر شده، آن گونه که ما در جلسات پابلیک یا عمومی وزارت خارجه یا انستیتوهای گوناگون یا در برنامه های کمیته خارجی کنگره آمریکا یا سنا شرکت می کنیم و در این جلسات دیپلمات ها و اعضای کنگره، سناتورها و آمبسادورها یا سفیرای آمریکا در کشورهای متعدد به ویژه در کشورهای خاورمیانه به بحث و سخنرانی می پردازند، به عنوان یک مسئله جدی به مسئله کرد در کل منطقه می نگرند و به حائز اهمیتی که اشاره بکنم، اونا پافشاری می کنند که کردها ممکنه در تحولات اخیر یک پای ثابت دموکراتیزه کردن خاورمیانه باشند و این یک دیدگاه کلی سیاستمداران و سخنرانانی که در این جلسات به بحث و گفتگو میپردازند و آنچه که سیاست رسمی دولت آمریکا هم هست، خب کم و بیش از تحولات منطقه به نفع کردها پشتیبانی کردند. اونها تا کنون پشتیبانی میکنن از به حکومت اقلیم کردستان در تحولات منطقه، اون از پروسه آشتی که میان دولت ترکیه و پکاکا حزب کارگران کردستان در جریان هستش استقبال میکنن و حمایت میکنن و اخیرن هم اونها حملات نیروهای سلفی و تندروهای اسلامی علیه مردم و شهروندان مدنی در کردستان سوریه و در سوریه محکوم کردن این حملات و از خواسته های اونها کم و بیش پشتیبانی میکنن. خب من برای اینکه بینندگان ما آشنا بشن با نوع رفتاری که در گوشه از این جهان خاکی با مردمان کرد میشه، چگونه بوده، به ترکیه میریم. از کسی من یاد میکنم، خواننده بزرگی که بسیار بسیار محبوب بود در میون مردم ترکیه، هم از کرد، ترک و غیر کرد و غیر ترک و در میون مردم منطقه، خواننده بسیار ارزشمندی، احمد کایا. احمد کایا در مجلسی جایزه گرفت، بیشتر ترانه هایی که خوند به زبان ترکی بود، در اون مجلس اعلام کرد که به زودی به زبان مادری خود نیز خواهم خواند. کسانی که در اون مجلس بودند، در اون جشنواره بودند، رفتاری کردند که دور از من صفتی به کار نمیبرم، خود شما این صحنه رو ببینید بر سر احمد کایا، خواننده بزرگ که در پرلاشز پاریس دفن شده، آرامگاه ابدیش در اونجاست، بعدها به فرانسه رفت و در اونجا به طرز مشکوکی جان سپرد. احمد کایا رو میبینیم در یک جشنواره در ترکیه که چگونه بر سر او فریاد کشیدند مردمانی که در اونجا بودند. وادلو بناوی رخرای مافی مروو و بناوی دایکانی شما و بناوی گشت گلی ترکیه. Yeah.
لکوتایی آهنگا کدا تنیا لبر اوی کباسی لکردبونی خوی کردبو هیرش کرای سر احمد قایاو لحولاک کرای دروا بله احمد قایایی بزرگ بود خواننده بزرگ کرد ترکیه این نوع رفتاری است که اشاره کردن که کاک حسن به کردهای ترکیه حتی به عنوان کرد قبول نداشتن به عنوان ترک کوهی اسمی بود کاک حسن عزیز شما بفرمایید که احزابی که شرکت کردن به طور مثال در مورد ایران های تمام گروه ها احزاب کرد ایرانی در اونجا در کنگره خواهند بود مثل کموله بله کومله در همین بحث های کومله که از کومله جدا شدن با عناوین دیگری که هر کدوم به گونه خودشون خوب کومله معرفی میکنن و حزب دموکراتیک کردستان ایران دیگر احزابی هم که در جلسه اولیه شرکت داشتن علاوه بر دموکراتیک کومله دیگران هم شرکت داشتن ولی در این که یک کمیته آماده کاری و تدارکاتی کنگره تشکیل شده که 21 نفر اعضا داره و از هر چهار بخش کردستان خواهد بود از کردستان ایران 5 نفر در این کمیته 21 نفره که تصمیم گیرنده و برگزار کننده کنگره خواهد بود 5 نفرشون متعلق به کردستان ایران هستند که از حزب دموکرات و کومله هستند و من هم یکی از اینها هستم که در این کمیته 21 نفره عضویت دارم گام بعدی چه خواهد بود؟ آیا تماس ها یا زمینه ای برای تماس های بین المللی ایجاد خواهد شد؟ گام بعدی؟ بله البته این کنگره خودش خود تصمیمات خودش رو خواهد گرفت ولی از همین اکنون این کمیته های کمیته آماده کار این کنگره که این بسی یک نفر هستیم ما کمیسیون هایی تشکیل دادیم به لحاظ سیاسی و دیپلماسی به لحاظ مسائل فرهنگی زبانی و ادبی به لحاظ مسائل انجی اوها و اتحادی های جوانان و زنان و کودکان و به لحاظ فعالیت های مدنی کمیسیون هایی در رابطه با مسائل محیط زیست و کمیسیونی در مورد مسائل اقتصادی و همکاری های اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم کرد در بخش های مختلف کردستان 8 کمیته تشکیل شده که اعضای اون علاوه بر این که از طرف اعضای 21 نفره هر کدومشون 2-3 نفر در یکی از کمیسیون ها شرکت دارن افراد متخصص دیگری با توجه به مسائلی که این کمیسیون ها باید مورد توجه قرار بدن و طرح بکنن مسائلی رو در مورد اقتصادی جداگانه سیاسی جداگانه دیپلماتیک جداگانه از شخصیت های متخصص استفاده میشه جهت تهیه طرحی که در کنگره مورد بحث قرار خواهند گرفت بله کاکستان عزیز اگر به طور خلاصه کوتاه بخواید پیامی برای هموطنان خودتون داشته باشید هم از کرد آذری غیر کرد آذری همه کنگره نباید تعبیر سوی ازش بشه نباید برداشت نادرستی ازش بشه این که کرد ها همیشه خواهان حقوق ملیت های دیگه بودن خب دلیلی نداره که کرد ها در همسایگی و در جوار هم دیگر نسبت به سرنوشت هم دیگر بی‌تفاوت باشن این اطمینان رو باید داشته باشن که حل قضیه کرد ها در هر کدوم از کشورها هم به نفع اون کشوره که راه ترقی و توسعه و امنیت بیشتر رو بیشتر تیم میکنه بیشتر اوج میگیره و هم حل قضیه کردها در هر چهار کشور میتونه به توسعه امنیت آسایش منطقه خاورمیانه کمک بکنه این حل قضیه به زیان هیچ کسی نیست به زیان هیچ کشوری نیست به زیان هیچ ملتی نیست تاریخ نشون داده که کردها به سرزمین کسی حمله نکردن به حقوق هیچ ملتی تجاوز نکردن متاسفانه همیشه مورد هجوم بودن و همیشه مورد تجاوز بودن و مورد تبعیض قرار گرفتن بنابراین پیام من اینه
که کار این کنگره در جهت حل قضیه کردها از طریق مسالمت آمیز به نفع همه ملیت های منطقه و در جهت تأمین آسایش و توسعه بیشتر همه کشورها خواهد بود. سپاسگزار هستم آقای حسن شرفی گرامی، با سپاس بسیار از شما که در شبان روز میدونم ساعت بسیار رو مشغول کار هستین، وقتتون به ما دادید. امیدوار هستم تا برگزاری کنگره و همینطور در جریان کنگره نیز با ما باشید و با بینندگان ما کاک حسن شرفی عزیز از اربیل. حتما با کمال میل متشکرم. با سپاس بسیار از شما. بینندگان عزیز، ادامه میدیم برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه از گروه تفسیر خبر رو. کاک رحیم رشیدی با ما هستند در واشنگتن. کاک رحیم عزیز، اون چرا که آقای حسن شرفی گفتن، چرا دولت‌هایی مثل حکومت‌هایی مثل حکومت ایران حاضر نیستن بپذیرن حقوقی رو که در واقع لطمه به یک پارچگی ایران نمیزنه؟ ایشون تأکید کرده این کنگره و نه هیچ کدوم از احزابی که اسم بردن یا حزب دموکرات کردستان قصد تجزیه ایران رو ندارن، جدایی نمیخوان، حقوقی رو میخوان که سالیان سال هست مطرح کردن، چرا نمیپذیرن؟ علتش چی هست؟ یعنی حتی حداقل بر از کنم کرد ایرانی بتونه در به تهران پایتخت کشورش که میره مثلا با لباس محلیش در اونجا باشه، در مسجد اهل سنت بره نمازش بخونه، چرا چنین میکنه؟ متاسفانه حکومت‌های مرکزی در طول تاریخ در ایران اگر ما دقت بکنیم، حکومت‌های استبدادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه‌های ایدئولوژی دینی بنا نهاده شده و همین باستولید دیدگاه حکومت در تمام جنبه‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی جامعه باستولید میشه. اونها فکر میکنن که در واقع دادن حق کردها باعث ممکنه تقلیل قدرت اونها در مرکز بشه، در حالی که یک حکومت دموکراتیک اگر اروپایی ها کاپیتال یا آب فراوانی داشتن و تونستن به پیشرفت، به تکنولوژی و به یک زندگی انسانی در واقع دست بیابند، من فکر میکنم امروز در جامعه های ایرانی، این خلقهای ایرانی هستن، هم از ترک و فارس و بلوچ و کرد و آذری، که میتونن یک کاپیتال، یک سرمایه بسیار غنی برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک، برای پیشرفت جامعه و برای ثبات جامعه باشن. منتها حکومت ها چون حکومت های ایدئولوژیکی هستن و جمهوری اسلامی ایران خب خیلی طبیعیه که همه را سرکوب میکنه و جامعه را به خودی و غیر خودی در واقع تبدیل کرده و نباید انتظاری داشت که در چهارچوب جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی این رژیم و این بافت قدرتی که وجود داره حقوق خلقها در ایران تأمین بشه. خب ببینید، در آمریکا که شما هستید و در بسیار از کشورهای اروپایی ملت‌های دیگه هستن، مردمانی از ایران هست، مردمانی از سراسر دنیا به خصوص در آمریکا هست، در همین لندن هم بسیار هستن، چهار خیابون اونورتر در اجبار رود که شما میرید، اینه یک خیابون در مصر یا اردن هست یا جای دیگه کشورهای عربی، در فینشلی رود که میرید انگار یک خیابون در تهران هست، جای دیگه پاکستانی ها، هندی ها هستن، جای هم مخلوط هستن و حتی ترکایی که صاحبان مغازهای بسیار، اینها حتی امکان دارن بچه هاشون در مدارس انگلیسی زبان معلم خصوصی بگیرن برای واحدهایی مثلا درس به زبان مادرشون رو بخونن، زبان دومشون رو فارسی یا هرچه هندی انتخاب کنن. در آمریکا هم چنینه، درسته؟ کاملا درسته. آقای چالنگی، شما به نکته بسیار ظریف اشاره کردید. تو همین حومه واشنگتن چند روزنامه فارسی زبان یا هفته نامه فارسی زبان یا مجلات فارسی زبان، فصل نامه های فارسی زبان در واقع چاپ و پخش میشه. ایرانیان در بازار اقتصادی حومه واشنگتن نقش بسیار بسزایی دارن، ده ها رستوران ایرانی یافت میشه. ایران هم میتونه این اتفاق بیفته و
من کرد در ایران مثلا حق ندارم، البته بر طبق قانون اساسی ماده 19 و 15 هم باید زبانهای محلی یا زبانهای ملی در کنار زبان فارسی که زبان سراسری هست تدریس بشه، ولی در حدود 35 سال از حاکمیت جمهوری اسلامی ایران میگذره و چون این اتفاقی نیفتاده، در حالی که شهروندان ایرانی اهم از کرد و بلوچ و فارس و دیگری که در کشورهای غربی در اروپا و من جمله ایالات متحده آمریکا هستن میتونن مدارسی دایر بکنن و حتی دولت‌ها به این مدارس، به این نهادها کمک میکنن، کمک مادی میکنن، امکانات مادی براشون فراهم میکنن که اینها بتونن به زبان خودشون، به زبان مادری خودشون صحبت بکنن، یاد بگیرن بچه‌هاشون این زبانو و به مسائل فرهنگی اونها توجه میشه و اینها سالیانه در واقع ده ها برنامه فرهنگی و کلتوری مختص به فرهنگ خاص خودشون اجرا میکنن و اصلا این مسئله نه باعث بی‌ثباتی یا ضرری برای این جامعه ها شده، بلکه در واقع کمک کرده به غنیتر شدن به فرهنگ، به گونه گونه های فرهنگی در این جوامع، در حالی که خود این تنوعات که میتونه یک سرمایه عظیمی تو جامعه ما باشه مدام سرکوب میشه، نه به عنوان یک فرصت از اون یاد میشه، بلکه به عنوان تهدید به اون نگریسته میشه و این دیدگاه هم که یک دیدگاه تهدید آمیزه، خب به دنبال خودش سرکوب میاره، تبعیض میاره و به این داستانی که دیگه همه ما با اون آشناست. خب یه نکته رو من بگم و بعد یه پرسش دارم کاک رحیم. یعنی نکته این هستش که بسیاری معتقد هستن که از نظر اقتصادی، چه فرهنگی، چه اجتماعی، چه سیاسی و زمینه‌های دیگه، آمریکا اگر قدرتمندترین کشور جهان هست که به اعتباری هست، ناشی از همین امتزاج و مخلوط شدن فرهنگ‌های مختلف با حفظ استقلال خود اون افراد، یعنی ایرانی ها به نفع آمریکایی شدن، جزء جامعه آمریکا حساب میشن، شهروند آمریکا میشن، عید نوروز رو هم مفصل جشن میگیرن، کسی هم مانعشون نیست، حتی مسلمانان ایرانی آمریکا هم برای خودشون مراسم خودشون رو دارن، همونطور که زرتشتی ها یا بهایی ها یا مسیحی های ایرانی و ملت های دیگه. این نظر هستش که همین که اشاره کردی کاک رحیم، اصلا مجال داده میشه در این کشورها که فرهنگ خودشون حفظ کنن و بیارن، چون به هر حال اون چیزی که از فرهنگ‌های مختلف اضافه میشه به فرهنگ آمریکایی، نکات مثبت اون فرهنگ‌ها هست. اگر کسانی هم بودن مثل 11 سپتامبر رو به وجود آوردن، اون اکثریت نبوده، تلقی نشده که اکثریت چنین هستند. بعد از اونم کسی رفتار خشونت باری با مسلمانان یا اعراب یا نداشت بعد 11 سپتامبر. یکی این هستش. یکی یک نکته رو من واقعا بی‌طرفانه بخوایم صحبت کنیم، در این که مسائل اقوام مختلف ایرانی حساسیت دربارش ایجاد شده در ایران از طرف غیر آذری یا غیر کرد، آیا فکر نمی کنین در این زمینه منفی که به وجود اومد، یکی از دو ابرقدرت پیشین شوروی سابق نیز دخیل بود، چون تمام این مسائل رو دستاویز کرده بود برای توسعه نفوذ سیاسی خودش، نه واقعا حل مسائل مربوط به مردم کردستان یا آذربایجان. اولین فرصتی هم که پیش اومد، خب آذربایجان ایران رو قصد بلعیدنشو داشت زیر جمهوری آقای پیشوری و بقیهشون. اگه فکر نمی کنید این یک مقدار زیادی اثر منفی گذاشت، همین که خب دیدیم اقوام مختلفی که زیر چتر شوروی بودن در سابق، وقتی که شوروی فروپاشید بیرون اومدن، دیدیم انگار که در همون قرن پیش موندن، 50-60 سال پیشش رشد اقتصادی چشمگیری نداشتن، هیچ اتفاقی نیفتاده بود، حالا گیرم فقط در مدارس به زبان مادریشون هم تدریس میشد، یعنی فقط هم یه عامل تنها نیست. خب به نکته بسیار ظریف اشاره کردید، سالیان متمادی در واقع تا دهه 30 به خورشیدی
و اتفاقات ملی کردن صنعت نفت و قدرت گرفتن شخصیت برجسته و ملی چون آقای مصدق، حتی حزب دموکرات کردستان که امروز شما با سخنگوی اون حزب و معاون دبیر کلش آقای شرفی صحبت، مقام دبیر کل هستم، بعد بفهمید. بله، ایشون معاون و معاون دبیر کل و سخنگوی حزب دموکرات کردستان هستن. حزب دموکرات یه بخش از حزب توده بود، منتها زمانی که دکتر قاسملو این حزب رو به دلیل وابستگی و سرسپردگی تمام عیار حزب توده به شوروی و به اتحاد جماهیر شوروی جدا کرد و اونو به یه حزب برازنده و مستقل و قوی تبدیل کرد، بیشترین حملاتی که علیه این حزب بعد از این صورت می گرفت حملات حزب توده و حتی نیروهای سراسری من جمله اکثریتی ها در اون دوران بود، به ویژه بعد از انقلاب سال 57 یادمون نره اونها می گفتن کردستان داره جدا میشه، در حالی که کردستان خواستار دموکراتیزه کردن ایران بود، کردستان در رفراندوم جمهوری اسلامی ایران شرکت نکرد، به جمهوری اسلامی ایران رأی نداد، در همون رفراندوم 12 فروردین سال 58 بایکوت رو در پیش گرفت و اینا میگفتند در روزنامه هاشون به می نوشتند چرا سپاه پاسداران و علیه مردم کردستان به سلاح‌های سنگین مجهز نمی کنید و انتقاد میکردند از جمهوری اسلامی ایران چرا که ماشین خوناشامی که به راه انداخته در کردستان اینو قدرتمندتر نمی کنه. و خود رژیمم با این تفکر، با این اندیشه و با این هژمونی طلبی که در پیش گرفته بود این صحنه و باستولید می کرد در ذهن همگان که کردستان داره از دست میره، در حالی که ما می بینیم چون این چیزی هیچ وقت در واقع جدی نبوده و امروز هم جدی نیست. شما از زبان خود آقای شرفی شنیدید و حزب دموکرات کردستان ایران که قدیمی ترین حزب کرد در تمام بخش‌های کردستان و یکی از قدیمی ترین احزاب سیاسی در ایران هستش، خواستار تقسیم عادلانه قدرت و ثروت در ایران هستش. خود این تبلیغات، خود باستولید این تبلیغات به نفع حکومتگران بوده، به نفع حکومت‌های مرکزی بوده، به نفع ادامه دیکتاتوری در اون جوامع بوده، وگرنه من که یک شهروند کردم وقتی که به دلایل سرکوب و تبعیض از اون جامعه فرار میکنم و زندگی رو در غربت، یه زندگی اجباری رو انتخاب میکنم، در آمریکا وقتی که به شهروند آمریکایی یا اروپایی در واقع شهروندیمو میگیرم، سیتیزن میگیرم، به خیلی هم افتخار میکنم با هویت خودم، زبان خودم و اینا را حفظ میکنم و این یک تهدید برای ارزش های انسان وارانه در واقع جوامع غربی تبدیل نمیشه، بلکه من به یک مدافع سرسخت دفاع از تنوعات و این ارزش ها تبدیل میشم و شما خودتون در این کشورها زندگی کردید و با این فرهنگ ها کاملا آشنایی دارید. سپاسگزار هستم کاک رحیم رشیدی عزیز، با سپاس بسیار از شما و با امید به اینکه در برنامه های دیگه با ما باشید. شما نیز در کنگره شرکت خواهید کرد، در کنگره اربیل نیست؟ بله، من هم در کنگره ملی کرد حتما شرکت خواهم کرد و یکی از اعضای اون کنگره هستم. بسیار سپاسگزار هستیم آقای رحیم رشیدی عزیز، روزنامه‌نگار مستقل در واشنگتن که یا شعار و هدف دکتر عبدالرحمن قاسملو رهبر مقتول حزب دموکرات کردستان ایران رو اینجا یادآور شدن، دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان در چارچوب یکپارچگی ایران که میدونیم جانشین دکتر قاسملو دکتر شرفکندی نیز به قتل رسید توسط فرستادگان جمهوری اسلامی ایران. با سپاسی دوباره از شما، ادامه خواهیم داد. آقای شالنگی فقط اگه اجازه بدید من فقط یه جمله بگم، من فقط یه روزنامه نگارم که شما هم به درستی اشاره کردید، وظیفه روزنامه نگاری و اخلاق روزنامه نگاری اینه که ما در جامعه که بسته است، در جامعه که روان ما، اطلاعات درست رو به جامعه نقل بکنیم، ولی شما هم شاهدید که به همه جا لابی های جمهوری اسلامی ایران و طرفداران این رژیم در واقع یا حتی به افرادی کورکورانه به آسیا به این رژیم دارن آب میریزن و ما را تجزیه طلبانی در واقع قلمداد میکنن
به تلویزیون های متعدد نامه میفرستن و تماس میگیرن که مثلا ما حضور پیدا نکنیم تا این صدای حق طلبانه به گوش همگان نرسه. من از شما بابت دعوت از کردها یا دیگر خلقها یا ملیتهای ایرانی یا به قول شما اقوام ایرانی بسیار سپاسگزارم و بگذاریم در چارچوب احترام به آزادی بیان صدای همگان شنیده بشه که این و اینها چه خواستی دارن، بگذاریم که جامعه در این باره تصمیم بگیره. ازتون سپاسگزارم. با سپاس از شما. این شیوه راه و روش ما بوده، هست، خواهد بود. گفتنی ها باید گفته بشه، شنیده بشه و قضاوت با مردمان خواهد بود. سوء تفاهماتی اگر هست باید از میان بره از طریق همین گفتها و ابزار دست حکومت‌های سرکوبگر نشه. حق‌های‌ها، عدالت‌های مردمانی که در ایران زندگی می‌کنن فارغ از قومیت، نژاد، مذهب، رنگ پوست و هر چه که هست، همه در ایرانن، در ایران زمین، سرزمین ما. کودک بلوچ، کرد، آذری و عرب تبار، خوزستانی و ترکمن همون اندازه حق داره از درآمدهای ملی ایران برخوردار بشه و بهره‌مند که کودک تهرانی و اصفهانی و شیرازی و بختیاری و همه. و بینندگان عزیز، بینندگان برنامه سرزمین ما، برنامه ویژه گروه تفسیر خبر ایران فردا لندن، با شما هستیم. در وقت باقی مانده از این شماره برنامه آقای اشکبوس طالبی با ما هستن، با من و شما، مدرس در دانشکده بالتیمور، مدرس روانشناسی در دانشکده بالتیمور وابسته به دانشگاه معروف آمریکا مریلند، دانشگاه مریلند. پیش از این نیز در برنامه‌های مختلف سرزمین ما و نیز تفسیر خبر با من و شما بودن. سلام به شما آقای طالبی گرامی در مریلند. سلام به شما جناب چلنگی و سلام به تمام بینندگان عزیز شما. ما در برنامه سرزمین ما آقای طالبی گرامی فقط راجع به اقوام که صحبت میکنیم، اون دید محدودی که قبلا فقط و فقط سیاسی بود رو دنبال نمیکنیم. درست. که مورد بهره‌برداری های سیاسی احزاب، گروه ها و حتی کشورهای مثل شوروی بود. تلاش ما این هستش که بتونیم وسیع‌تر به این مسائل اقوام ایرانی بپردازیم، مردمانی که زیر آسمان ایران زمین زندگی میکنن. از جمله یکی از سوالات این هست که چه کسانی بر ایران زمین حکومت میکنن، بر ایرانیان، هم از کرد، آذری، عرب تبار ایرانی، ترکمن، تالش، بختیاری، چه کسانی. آقای طالبی در این زمینه پژوهشی انجام دادن که در ارتباط با سن حاکمان هست. خیلی من مایل هستم که خود شما به بینندگان ما بفرمایید که محور این مطالعه و این پژوهشی که نتیجهش منتشر شده چی هست؟ عرض کنم به خدمت شما، مطالعه در مورد سالمندان یا سالخوردگان یا روانشناسی سالخوردگان یک علم بسیار بسیار جدیده و از اواسط قرن بیستم شروع شده، از 1950 اگر دقیق تر خدمتون عرض کنم. یکی این که علم میخواد خیلی نادانسته ها را باز بکنه برای ما و مکشوف بکنه برای ما، اما از بعد دیگه این قضیه خیلی مهمه. مطالعه در مورد ساخت روانی و فکری و جسمی و اجتماعی سالمندان، به خصوص که در 30-40 ساله گذشته، به خصوص 34 سال گذشته، یک عده معدودی از سالخوردگان و سالمندان در حقیقت تمام تصمیمات کلی مملکت ما را، چه در زمینه اقتصادی، چه در زمینه اجتماعی، چه در زمینه مسائل بین المللی و چه در زمینه حتی اخلاقی و ازدواج و مسائل عرض کنم اتمی، در ید قدرت یک تعداد انگشت شماری از سالخوردگان بالای 75 سال است. و من خیلی علاقه داشتم بدونم که واقعا این افرادی که بالای 75 سال هستند، افکارشون و سیستم روحی و روانیشون چگونه است و اینها در برخورد با مسائل جدید زندگی آیا توانایی و انعطاف پذیری دارند که با مسائل جدید و تغییر و تحول روبرو بشن و اون را
قبول بکنم یا نه، و من متاسفانه به این نتیجه رسیدم که توانایی این سالخوردگان بسیار بسیار محدوده، به خاطر اینکه زمینه‌های زیستی و زمینه‌های روانی و زمینه‌های اجتماعی اونها به ما اینطور نشون میده که اینها در برابر تغییر بسیار بسیار مقاوم هستند و حاضر نیستن کسان دیگری را در این بیعت تبدیل کنند، مثلا زنان، میانسالان یا سالخوردگانی از اقوام دیگر یا مذاهب دیگر را به هیچ عنوان حاضر نیستن در این تصمیم گیری های کلان شرکت بدن. بنابراین مسئله در ما ایرانی ها خیلی مهمه که یه اطلاعاتی پیدا کنیم در مورد ساخت فکری، روحی و جسمی این سالمندان. آقای طالبی، همینجور من یه پرسش دارم. ببینید، آیا مشکل این افراد، مثلا شما اگر درست متوجه شده باشم و امیدوارم خط ارتباطی ما صدای شما در اتاق فرمان بهتر از اینجا شنیده بشه، اگر درست متوجه شده باشم منظور شما در ایران هست؟ بله. و در ایران مثلا آقای خامنه‌ای و پیش از ایشون آقای خمینی هست منظور. پرسش من اینجاست که آیا واقعا این عدم انعطاف پذیری یا این روند یا خوی مستبدانه‌ای که مورد اشاره شما هست مربوط به سن هست، یا اینکه خیر ناشی از عوامل دیگه هم هست، محدودیت افق دین، تربیت فکری، جزمیتی که در تعالیم دینی هست وقتی که در کرسی حکومت میشینه در اونجا؟ چون ما نمونه های سن بالا رو داریم، بگذاریم از اینکه در زندگی شخصی بسیار نازنین، پدر بزرگان بسیار نازنین، مهربان، به خوبی وظایفشون انجام میدن، برای اطرافیان اشخاص بسیار بسیار مطبوع، چه زن چه مرد، و در مقام حکومت نیست. در خود آمریکا مثلا آقای رونالد ریگن، ایشون به هر حال سنشون بالای 70 بود، حکومت کردن، این که بهترین دورانای آمریکا شناخته شده دوره ایشون، و در همین انگلستان خود چرچیل و جاهای دیگه هم هست. همین الان آقای موگابه در زیمبابوه 89 سالش هست، که اگر ایشون مثلا 18 سالش هم بود ظاهرا همین طور بود که بود. من اینو میخوام بفهمم که واقعا مربوط به سن نیست، چون نمونه‌ای هست نقض میکنه. درست. من سوال بسیار بسیار دقیقی است آقای چالنگی، خیلی تلاش میکنم که در این فرصت کوتاه من اون سرفصل ها را باز کنم. بنابراین ما از سه دید باید به این مسئله سالمندی نگاه کنیم: زمینه های زیستی چی هست، زمینه های روانی و زمینه های اجتماعی. یعنی یه مسئله فقط تکبودی نیست. دوران سالمندی سه مرحله را طی میکنه آقای چالنگی. دوره اولش از 65 سالگی از تا 75 سالگی که دورانی هست که اصطلاحاً بهش میگن دوران گذار. یعنی یک شخص سالمند، چه زن و چه مرد، هنوز توانایی یادگیری و توانایی انعطاف پذیری و توانایی زندگی تقریبا پروداکتیو، یعنی سودمند را داره. از سنین 75 سالگی تا 85 سالگی دوره گذار میگن یا دوره بازنشستگی، که شخص سالمند خودش متوجه میشه که دیگه اون آدم سابق نیست. توانایی های جسمیش و توانایی های روحیش، حافظش، قدرت تخیلش، حتی نگرشش نسبت به پدیده زمان تغییر پیدا میکنه. از 85 سالگی تا بالا را سن واقعا به اصطلاح سن دوران سالخوردگی و به اصطلاح دوران ناکارآمدی و دوران بازنشستگی کامل، و در ایران به دوره زوال عقل میشمارن. ما سه دوره را داریم، منتها سه عامل اساسی روی این مسئله، روی این سالمندان تأثیر مستقیم داره. نقش اول را زمینه‌های زیستی انجام میده. دانشمندان ثابت کردن در 1977 معذرت میخوام، لینارد هیفلک با همکاران خودش ثابت کرد که در این سن بالای 70 سال یاخته های ما، یعنی سلول های زیستی ما، قدرت بازسازی و تقسیمات خودشون رو به طور معنیداری از دست میدن. معنیش این که اگر سلولی بمیره جانشینش نمیشه،
بنابراین این دوره 70 سالگی را از نظر زیستی یک دوره بسیار بسیار تعیین کننده از نظر افت. در سال 1999 دانشمند دیگری به نام فینچ ثابت میکنه که نه تنها ساختمان سلولی سالمندان پایین میاد، بلکه هورمون هایی که کمک میکنه بدن انسان مقاوم باشه در تغییرات و سازش بکنه با جریان های جدید زندگی و یاد بگیره تا بتونه با مسائل جدید کنار بیاد، به طور کامل پایین میاد. یعنی امیون سیستم، سیستم دفاعی بدن کاملا پایین میاد. در مردها و زنها بیکسان البته عمل نمی کنن. زنها وضعیتشون خیلی خیلی بهتر از مردهاست. اگر فرصت پیدا شد من توضیح خواهم داد. در سال 2000 مسئله دیگری مطرح شد. دانشمندی به نام شان و دوستانش، روانپزشک و متخصص مغز، ثابت می کنن که سالمندان بعد از 70 سالگی 15% مغز خودشون رو از دست میدن. 15% وزن مغز را از دست میدن. یعنی سلول های مغزی یک سالمند که در این سن داره از بین میره، امکان جانشینیش سلول های جدید یا نورون های جدید بسیار بسیار محدود میشه. بنابراین عوامل دست به دست هم میده و سالمند را نسبت به یک زندگی به اصطلاح مؤثر، به طور کلی دارم میگم، استثناء را من نمیگم، استثناء را میتونیم در موردش صحبت بکنیم. حالا اجازه بفرمایید من یک مثال برای شما بزنم. من بزرگی رو میشناسم که مایل نیستن اسمشون برده بشه، صاحب صنعت بودن، خدمات بسیار بسیار بزرگی به ایران کردن و به منطقه نیست، حدود 80 سال دارن، منتها علاوه بر زمینهای صنعتی اقتصادی اشراف کاملی به ادبیات فارسی و شعر کلاسیک فارسی ایران دارن. هر بار من با ایشون صحبت کردم یا در محضرشون بودم بسیار استفاده کردم، بسیار لذت بردم، لذت میبرم. شاید ما بحثی رو که شما دارید پیش میبرید و پژوهش کرد وقت ما کمه، این وقت ما مقدمه حساب میکنیم برای یک برنامه دیگه مفصلتر صحبت کنیم. این هستش که خب سن که بالاتر میره به دلیل دلالی که برشمردید، انسان ها برای موقعیت های مناسب نیستن، از جمله رهبری یک کشور یا رهبری یک حزب مثلا. اینطوره؟ عرض کنم شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. اجازه بدید من همینجا کمک بکنم تا این مسئله روشن بشه. خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون تموم شد. دانش ما نشون میده، دانش بشر امروزه نشون میده که اگر ما از سنین اول، از سنین جوانی بتونیم مغز رو فعال نگه بداریم و در سنین پیری هم همچنین مغز خودمون رو فعال نگه بداریم، همونطور که شما گفتید انسان در 80 سالگی هم میتونه در مرابط کارهایی که میکنه، به کار مسئولیتهایی که داره، خیلی مؤثر باشه. یعنی مغز رو اگر ما بتونیم در دوران حتی سالمندی به دانشگاه بریم و سعی بکنیم مغزمون رو به کار بگیریم، امکان این که ما حافظمون از دست بدیم یا آلزایمر دچار بشیم بسیار بسیار پایین میاد و همچنان ما میتونیم موفق بشیم. این در شرایط نرمال برای تمام سالمندان نیست. تمام سالمندان این امکان رو ندارن که در دوره پیری وارد دانشگاه بشن یا مثلا تحقیق بکنن، ذهنشون فعال نگه دارن یا مغزشون فعال نگه دارن. من یه تصویر کلی از سالمندان داشتم اینجا ارائه میدادم، نه تصویر استثنایی در مورد افراد به خصوص. قطعا در برنامه های آینده باز صحبت خواهیم کرد. از بینندگان تقاضا میکنم این گفتگوی با آقای طالبی رو به عنوان مقدمه بحثی و گفتگوی در آینده بدونید که اطلاعات بسیار جالبی در این زمینه آقای طالبی دارن، پژوهش‌های گسترده انجام دادن و بسیار سودمند برای همه ما. من خوشحال میشم که در خدمتتون باشم بعداً. با سپاس بسیار از شما. و اون بزرگی که من اشاره کردم هستن، نادر هستن در کشورهای مختلف که در همین سن هم قدرت فکری و قدرت توانایی دارن برای اداره مشاغل بسیار بسیار مهمتر، حتی رهبری های در زمین های مختلف. پرسش خواهیم کرد از آقای طالبی ارتباط فعالیت مغز با قلب، آفرین، با دل آدمی، آفرین آفرین. این پرسشی است برای برنامه بعد که هرگاه که دل سرچشمه خیرخواهی باشه و
آرزوهای نیک برای مردمان و مردمان کشورهای مختلف و میهن خودش آیا کمک خواهد کرد برای فعالیت مغز و جوان ماندن مغز همچنان که جوان ماندن دل؟ سپاسگزاریم آقای اشکبوس طالبی، به امید برنامه آینده که در خدمت شما باشیم. خداحافظ. به پایان این برنامه سرزمین ما میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب و از فراز توچال، سند و سبلان و آسماری و الوند، کوه و البرز، اورامانات و کوهساران دراک و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.